خیلی خوبه خونه توی مجموعه باشه، انقدر امکاناتش کامل باشه که برای هیچ چیزی نیازی نباشه از اونجا پاتو بذاری بیرون. اومدیم با هم توی یکی از بزرگترین مجموعه های مسکونی منطقه اسنتپه در نوار شمالی قبرس شمالی. میخواییم با هم ببینیم سر و ته این مجموعه کجاست، چه بخشایی داره و کسایی که دارن اینجا زندگی میکنن چه امکاناتی براشون وجود داره. این مجموعه از 4 تا بخش مختلف تشکیل شده. یک بخشش لبه دریاست و کاملا ساحلیه، 2 تا از بخشا در دامنه بسیار کمشیب کوه قرار گرفتن و این بخشی که ما الان هستیم در دامنه تقریبا پرشیب کوه قرار داره. فاصله اولین و آخرین بخش این مجموعه حدود 3 کیلومتر از همدیگه است. این مجموعه فعلا و تا الان از 17 تا شهرک کوچیک و بزرگ تشکیل شده. بعضیاش ساخته شدن و در حال بهره برداری هن، بعضی دیگه‌ش هم در مراحل مختلف ساخت قرار دارن. قسمت ساحلی این مجموعه از خودش از 3 تا شهرک جداگانه تشکیل شده. یکیش اینه که کار ساختش تمام شده و ساکن داره. قسمت جنوب اینجا یه شهرکه که دیگه در مراحل پایانی ساخته و در کنار اون یکی دیگه که در مراحل ابتدایی ساخت قرار داره. یک مارینای اختصاصی داریم که الان در حال ساخته و برای ساکنین و مهمانانشون که بتونن با قایق‌ها و یات‌های شخصیشون بیان تو اینجا. در کنار اون یک کلیسای خیلی کوچیک 300 ساله است که داره مرمت میشه و جلوی این قسمت کامل داره محوطه سازی میشه برای مراسم‌های خاص مثل عروسی و چیزهای مشابه این برای این مجموعه استفاده بشه. اینجا بالاترین بخش قسمت کوهستانیه، آخرین شهرکی که توی این قسمت قراره به زودی کار ساخت شروع بشه. حالا بیا یه چیز خیلی جالب و باحال میخوام بهتون نشون بدم. اینجایی که من الان وایسادم میشه تراس طبقه اول یکی از واحدهای این مجموعه با این چشمانداز ابدی و رویایی. مجموعه امکانات بسیار متنوعی داره و همه‌شو واقعا تو این فیلم نمیتونم بگم چون اصلا خودش یه دونه فیلم جداگانه میخواد. فقط به صورت کلی حدود 20 تا استخر عمومی، زمین‌های ورزشی متعدد، چندین زمین بازی برای کودکان، باشگاه‌های ورزشی در بخش‌های مختلف، مرکز نگهداری و خدمات 24 ساعته، ساحل و لنگرگاه اختصاصی برای ساکنین این مجموعه فقط بخشی از امکانات اینجاست. این ساختمانی که پشت سر منه مرکز سلامتی اینجاست. کارهای انتهایی ساخت و تجهیزش داره انجام میشه. اینجا توسط یک شرکت حرفه‌ای آلمانی اجاره شده و بر اساس استانداردهای اون شرکت داره کاراش انجام میشه. توی این فضا خدمات جامع حفاظت از سلامتی ارائه میشه. بخش‌های مختلفی مثل استخر سرپوشیده، اسپا،
مرکز مراقبت های پوستی، سالن های ماساژ، مهد کودک، باشگاه ورزشی بسیار حرفه‌ای و چندین بخش دیگه وجود داره. به نوعی میشه گفت سالم میاید، سالمتر میرید بیرون. معماری کل مجموعه تقریبا یک پارچه است و بر اساس سبک مدرنه، اما به خاطر اینکه خیلی هم یک نواخت نباشه، یک تغییرات کوچیک رو در جاهای مختلف با هم داریم، گرچه این تغییرات توی فضاهای داخلی خونه ها بیشتر به چشم میاد. در فضاهای داخلی تنوع بیشتری رو از لحاظ طراحی داریم و میتونیم بگیم طرح‌های مدرن، پست مدرن و روستیک مدیترانه‌ای طراحی غالب فضاهای داخلی اینجاست. اینجا یکی از پنتهاوس‌هاش در زمان خودش جایزه بهترین پنتهاوس قبرس شمالی رو برده. محوطه سازی و باغ‌آرایی اینجا تقریباً کم نظیر در کل جزیره و به خاطر همین برای بعضی از بخشاش جوایز بین المللی هم گرفته. تنوع گیاهی اینجا بسیار بالاست و مثل باغ گیاه شناسی میمونه. گیاهان بسیار متنوعی رو از مناطق گرمسیری، حاره‌ای، مدیترانه‌ای و همه رو به اینجا آوردن. از لحاظ باغ‌آرایی هم سبک‌های مختلفی در جای جای اینجا وجود داره. باغ‌های انگلیسی، سبک باغ‌های فرانسوی، باغ‌های ژاپنی و فقط اینایی که گفتم بخشی از طراحی‌هایی که در اینجا انجام شد. شرکت سازنده در شهرک‌های آماده‌اش واحدی برای فروش نداره و در اون‌هایی هم که در حال ساختن واحدهای بسیار کمی توی بعضی‌هاشون باقی مونده برای فروش، مگر اینکه یک شهرک جدید رو باز بکنه و از اون‌ها بشه خرید کرد. توی واحدهای دست دوم یا ریسیل هم به ندرت واحدهای فروشی گیر میاد، چون معمولاً آدما دلشون نمیاد این شهرک رو خونه‌شون رو این تو بفروشن. اگر بهتون واحدی از اینجا برای فروش معرفی شد و به شرایط شما میخورد، اصلا در خریدش شک نکنید.